سلام و درود عزیزان. عقرب گادیم یا عقرب گاردیوم کدوم درسته؟ عقرب گادیم درسته. عقرب گادیم گا در زبان بختیاری یعنی گاو، دیم یعنی دوم. گاو موجود قدرتمند بوده در داستانها و افسانه و اساطیر ایرانی و اون دوم اشاره به دوم بلند عقربهای گادیم نر داره که کشیده و بلنده و میتونه به صورت قدرتمند عوارض جانبی و عوارض مرگباری داشته باشه. به خاطر همین به اشاره به عقرب گادیم به این منظور بوده. جنس عقرب‌های گادیم که چند گونه در ایران داره، در نیمه جنوبی ایران پراکندگی دارن. دو گونه از عقرب‌های گادیم در ایران بیشتر خطر آفرینی می‌کنن: عقرب گادیم خوزستانی و عقرب گادیم هرمزگانی. بیشترین آمار مرگ و میر و عوارض جانبی عقرب‌های گادیم مربوط میشه به عقرب گادیم خوزستانی که در استان خوزستان بسیار این عقرب معروفه. نوع نرها دم بلندی دارن و نوع ماده دم کوتاهی داره و چنگک‌های پهنی دارن، برعکس تصور عموم که فکر می‌کنن عقرب‌هایی که چنگک پهن دارن بی خطر هستن. این یک اشتباهه، هیچ وقت کلی نیست موضوعاتی در این زمینه. پس این عقرب‌ها چنگک‌های پهن و نرها دم باریک کشیده و ماده ها دم کوتاهی دارن و رنگشون همیشه زرد روشنه. عزیزان توجه داشته باشید، عقرب‌های گادیم گزش‌های شاید دردناکی نداشته باشه برخلاف خیلی از عقرب‌ها. شما دقت کنید تلسون و نوک سوزن نیش این عقربو چقدر کوتاهه. به خاطر کوتاه بودن سوزن نیش این عقرب به صورت خیلی ظریف و کم عمق میتونه بگزه و به خاطر همین گزش‌های دردناکی نداره. ممکنه گاهی با سوزش و شاید مثلا سوزشی نداشته باشه و زمانی عوارض بروز میکنه که طرف یا شخص گزیده حالت بدی پیدا میکنه، مثل تب و لرز و خارش و سرخی پوست که اگه در مراحل حاد باشه باعث مرگ طرف میشه. همیشه شما توجه داشته باشید اگه در منزل و جای شما عقرب گادیم رو دیدین، بهترین راه و مفیدترین راه اینه که برای اینکه مطمئن بشین به پزشک مراجعه کنین و از اینکه مورد گزش قرار نگرفتین مطمئن بشین، چون عقرب‌های گادیم گزششون، عوارض گزششون 2 الی 3 ساعت بستگی میانگین داره، بستگی به شخص گزیده شده داره، بروز میکنه و باعث خطرات مرگ‌آفرینی میشه. توجه داشته باشید ما وارد زیست بوم این گونه ها شدیم و اینها به خاطر اینکه در زیست بوم شما قرار گرفتیم وارد منازلمون و اطراف مناطق مسکونی میشه. همیشه با آگاهی و دانش نسبت به موضوعی قرار نیست متخصص بشیم، حداقل اطلاعات عمومی داشته باشیم، هم بتونیم با آگاهی و حفظ فاصله ایمن هم جون خودمون و هم جون دیگران رو به خطر نندازیم. توجه داشته باشید به هیچ عنوان به عقرب‌ها و هر موجودی که شما نمی‌شناسید دست نزنید. ممنونم.